da pa 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 pa. It's pouring. Hello, Shane. How you doing? Well, I'm great. How are you? I'm doing very well, thank you. Good to see you again here on my show. I really appreciate it. Your time. So, how have you been? Fantastic. All is well with me. Enjoying Melbourne, and I'm ready to sing. There you go. So, what you're going to sing? What you're going to perform tonight? I'm going to sing an original song called "Electric Ladybird." And once again, I hope you all enjoy it. I'm sure I will. Again, whenever you're ready, we are ready. Go. Excellent. Thank you. I'd like to spend some time with my electric ladybird. She's sometimes hard to find, but once you get there, have you had? You're the one that I adore. So let me taste some more. And see you when your dress drops to the floor. They're friendly and inviting, charmingly just visualize. She sleeps inside my head as I lie in bed right by her side. You're the one that I adore. So let me say some more. Can see you when your dress drops to the floor. She is my electric ladybird. Takes you places and will leave you lost for words. She is my electric ladybird. Whispers gently as I float across her world. She doesn't leave nobody telling her what's on her mind. She takes you places that will leave you lost for words. She is my electric ladybird. Whispers gently as I float across the world. مریم جان سلام. سلام سلام. مرسی سوفی. مرسی ازم. خیلی خیلی خوشحالم که امروز در برنامه هم دارم در فصل دوم ورنا کازرنیز شو. من کلی سوال اینجا نوشتم که دوست دارم ازت بپرسم. قبل از اینکه من بخوام سوالامو شروع بکنم، الان میدونم خیلی دیر وقت تو ایران، ولی خب بخاطر تفاوت زمانی در حقیقت
اینو من بعداً آپلود میکنم. دوست دارم کسی که الان دارن ما رو نگاه میکنن، حالا بعداً هم نگاه میکنن، یه سلام. سلام به همه. البته الان خیلی نیستن، شاید 20 نفر بیشتر نیستن، ولی آره من دیشبم پیغامتو که ریشه کردم گفتم ساعت 3:30 صبح میشه. بالاخره مردم ها بیشتر میان سر کار امروز. ولی بازم همه کسی که جوین شدن، کسی که جوین میشن، مرسی، همه تون دوست دارم. خب خیلی هم عالی. من هم خیلی سوال دارم برات. من که شروع میکنم یه سوالم. ببین تصوری که افراد یه زن بادی بیلدر یا یه خانم بادی بیلدر دارن، تصور خیلی شفافی نیست، یعنی کمی براشون نامفهومه و بیشتر این حرفه یا مثلا این ورزش رو برای مردها یا آقایون قبول دارن. قطعا تو در این مدت این سالها با عکس العمل های این چنینی روبرو شدی. تو خودت با این قضیه کلا چجوری برخورد میکنی که نامی؟ جوری که من نگاش میکنم اینم یه رشته ورزشیه مثل همه رشته ورزشی دیگه، یعنی من خودم با من یه اتلیت میدونم، با من یه ورزشکار میدونم تا به عنوان یه بادی بیلدر. وقتی که شما هیچ فرق بین یه فوتبالیست و یه والیبالیست و یه چه میدونم کسی که حالا شطرنج خیلی جز ورزش حساب نمیشه به نظر من، ولی ولی حالا کسی که به هر حال همش فعالیت بدنیه، منتها حالا رشته بادی بیلدینگ اون قسمت ظاهری قضیه، اپیرنس و پریزنتیشن قضیه قوی تره تا کسی که مثلا داره فوتبال بازی میکنه و اون حالت اسکیلش بیشتر، حرفش بیشتر مهمه. خیلی البته اینجا خب به شدت ایران محسوس نیست، ولی خب بالاخره مخصوصا موقعی که من آمده میشم برای مسابقه خب خیلی چه میگم تو چشم میزنه. وقتی که تو خیابون میرم یا تو مالم خب خیلی مشخص، حالا کسی هم خیلی ها اپریشیت میکنن این موضوع رو، خیلی ها مثلا میان خوشحال میشن کامنت میدن، نمیدونم برشون تشویقه یه جورایی، اینسپایر میشن. ولی خب خیلی هم حالا کسی که سنتی تر فکر میکنن، آره فکر میکنن خب زنو چه به بادی بیلدینگ، اونم به نظر من مشکل خودشونه. از لانگ از این که من که کسی رو، یعنی همیشه همین جوری شما هر کاری که میکنی، هر کاری که نه فقط ارزش دوست دارین انجام بدین، از لانگ از این که کسی رو اذیت نکنین، باعث آزار کسی دیگه نشین، واقعا به خودتون هم میتونه که دارین چه کار میکنی. تو چی میگی؟ تو وقتی اگر مثلا یه آدمی اینجوری بیاد جلوت و مثلا یه خانم این هیکل اصلا هیکل زنانه نیست، تو چرا این کار داری انجام میدی؟ چرا مثلا این یه همچنین هیکلی برای خودت درست کردی؟ عکس العملت چیه؟ چون تو نمیتونی مثلا چه جوری آدم رو ادوکیت میکنی؟ چه جوری همون آن ریاکشن نشون میدی؟ برای من هیچ وقت در این حد کانفرانت نکرده منو کسی توی حضوری. کامنت تو اینترنت خیلی از این حرف میشنوم که اونا رو واقعا مثلا چیز نمیکنم، پوستم خیلی کلوف شده، ولی حضوری میگم بازم خیلی بستگی داره. معمولا کسی که یه همچین کامنتی به من بخواد بده، حالا تعارف که نداریم، خودش بهترین شیپ زندگیش نیست، احتمالا یه شکم تا اینجا داره، نمیدونم هزاری اشکالی که میدونی از اصول تغذیه، از اصول ورزش هزاری اشکال داره. میدونیم من هیچ وقت بهش میگم، من به خودم اجازه نمیدم به شما بگم فلان کار داری اشتباه میکنی، شما هم نباید به خودت اجازه بدی که یه کس دیگه قضاوت بکنی، حتی نه اینکه فقط حالا بیای بگی، حتی تو ذهنت. میدونی من اینجوری برخورد میکنم باش، ولی حالا بازم میگم بستگی داره که در چه حد باشه. نه خیلی هم خوب. به من تو خیلی خیلی جدی این کار دنبال میکنی. دوست دارم ببرمت به سالها قبل که چه اتفاقی افتاد که اینقدر خیلی مصمم شدی که رشته یه پرورش اندام رو مثلا تا سطح جهانی و بین المللی و بعد جوایز و قهرمانی و اینا ادامه بدی. خودت برو از سالها قبل برمه.
من از اولش بیشتر عمرم، حالا خیلی جام برای بچه که قبلا دیدن لایو من تکراریه، ولی خب من بیشتر عمرم و کلن اوورویت بودم، یعنی وزنم خیلی بالا بود. اون چیزی که برای من میشناسه اون بود، یعنی من رسیدم به 200، بالای 200 پوند بودم تا سال 2014 و همیشه توی، یعنی تمام مدت زندگیم هم همون جوری بوده، نه اینکه فقط توی مقطعی حالا وزنم اضافه بشه، اصلا اون معمولم اون بود. بعد خب دیگه خیلی اذیت می شدم از همه لحاظ، از لحاظ ذهنی، از لحاظ روانی، اعتماد به نفس، از لحاظ جسمی، همش خسته بودم. قاعدتا وضعیت تغذیه‌ام درست نبود، یه دفعه تو روز من بیشتر غذا نمی خورم، اونم غذای هرچی که دم دستم می اومد، حالا می خواد فست فود باشه، می خواد چه می دونم دیزرت باشه، هرچی. و خب خیلی این حالا نه فقط چیز جسمیش، جنبه روانیشون، چیزی که آدم توی بدن خودش میریزه، اون چیزی که مصرف میکنی، واقعا من این بهش اعتقاد دارم که تو روحیه آدم خیلی تاثیر میذاره. هر چقدر غذا، کوالیتی غذا بهتر باشه، تو روحیه آدم، تو طرز زندگی، طرز فکر آدم اثر میذاره. دیگه من تصمیم گرفتم که حالا بیام و وزنم رو بیارم پایین، یعنی فقط به همین منظور شروع کردم به ورزش کردن، که هیچ وقت من تو زندگی ورزش نکرده بودم، هیچ وقت دمبل دستم نگرفته بودم، هیچ بلدم نبودم، یعنی هیچ سررشته ای نداشتم. دیگه رفتم خیلی گشتم، یه کسی رو پیدا کردم، یه پرسونال ترینری که واقعا بتونم بهش اعتماد بکنم، چون گفتم به قول معروف میگن مرگ یه بار شیون یه بار، گفتم یه دفعه این کار انجام میدم و میذارمش کنار دیگه. و هدفم هم این بود، از روز اول بهش گفتم که من میخوام 50 پوند کم بکنم در عرض 6 ماه، خیلی تمیز. بعدش دیگه کم کم هرچی هیش، خب خیلی سریع نتیجه دیدم، چون خیلی خیلی طبق برنامه پیش رفتم، یعنی هیچ چه میدونم از برنامه من نرفتم کنار. حتی شما بگی من با یه دونه پینات اضافی از برنامه نخوردم تو اون مدت، بخاطر همین خیلی سریع جواب گرفتم. خب این خیلی تشویق بود که دیدم که بعد حالا این وزنم که اومد پایین، واقعا دیدم فیزیکم چی جوریه. خیلی ها به این کامنت رو میدادن که تو ژنتیکت، مثلا فریمت، استخون بندید، چه میدونم پوستت، تمام اینا خیلی مناسبه برای کامپیت کردن برای این رشته. یه چیز دیگه هم این بود که همون با مربی کار میکردم، خودش هم کمپیت میکرد، دو سه دفعه باش رفته بودم که حالا برش ساپورت و اینا شاهاشو ببینم، بعدم نیمد دیگه، یه شو رفتم و دیگه به قول معروف درگیر شدم. خب خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. ببین مریم، وارد شدم به این حرفه، یه سری روحیات و خلقیاتی متفاوت رو میطلبه. ببین همه اینا که من نوشتم این احساسات منه ها، چون من اطلاعاتم راجع به، با اینکه با آدمای زیادی صحبت کردم، کمه، اینا احساسات خود من هستش. به این معنی نیست که افراد مثلا مثل تو که در حقیقت دارن در این رشته کار میکنن، افراد بسیار جدی، جدی یعنی خشن و جدی هستن. به همجوری گفتم، خب توی مدت با آدم های زیادی در این رشته گفتگو کردم و خیلی ها در حقیقت وقتی که من باشون صحبت میکنم احساس میکنم که خودشون رو دارن بازسازی میکنند و یا پیدا میکنن توی این کاری که دارن انجام میدن. این کار برای تو چه داشته و چه کمکی بهت کرده که مثلا به خودت نزدیک تر بشی یا به خودت رو در حقیقت درگیر تر بکنی؟ ببینین یه چیزی که این رشته، حالا نمیخوام بگم این رشته از بقیه رشته سخت داره، این نیست، ولی همونجوری گفتی خیلی یه استایل زندگی خاصی رو میطلبه، اونم استراکچره، یعنی کسی که از استراکچر توی زندگیش لذت نبره تو این رشته موفق نخواهد بود.
من به شخصن آدمی هم که روتین رو دوست دارم. دوست دارم سر یه ساعتی بلند شم از خواب، یه سری کارهای مشخص رو تو روز انجام بدم، یه سری غذا اصلا هم برام خیلی اذیتم نمیکنه که غذای همون غذا رو هر روز بخورم، همون غذا رو دو بار سه وعده تو، مثلا تکرار رو دوست دارم، استراکچر رو دوست دارم. به خاطر همین این خب خیلی خیلی کمک کرد که بمونم تو این رشته، میگم چون کسایی که خیلی تنوع طلبن براشون خیلی سخته به این روتین عادت بکنن، برای من خیلی سخت نبود چون علاقم بود. از یه طرف دیگه هم این که میگم چون حالا من کار حرفه‌ایم این نیست، من توی شرکتی کار کامپیوتر میکنم، یعنی حقوقم و خرج و مخارج زندگیم از این راه چیز اصلی نیست، من درآمدم نیست. اونم خب کاریه که خیلی پر استرس، خیلی کار دیمندینگیه و این جنبه حالا سرسخت ورزش کردن و تمرکز کردن با خودت، خلوت کردن، اون دو ساعت سه ساعتی که حالا داری تمرین میکنی به تنها چیزی که فکر میکنی اون کاریه که داری انجام میدی، یعنی اینم خیلی به روال زندگیم کمک کرد که باعث میشه که خب استرس برای دو ساعت به چیز دیگه ای فکر نکنم، میدونی از اون طرف به کارم کمکی کرد. تمام اینا چیزهای مثبت این قضیه بود برای من و میگم فکر میکنم که از همون اول تو خیلی هماهنگ بود به شخصیتم، از اون طرف دیگم دیدم اثراتش، دیدم میگم زندگی من نظم پیدا کرد بعد از کامپیت کردن، چون باید میگه همه چیز پلانه، همه چیز از قبل برنامه ریزی شده است و این خب خیلی کمک میکنه، به همه کمک میکنه وقتی زندگی آدم نظم داشته باشه و این دیگه بیشتر آدم تشویق میکنه آدم رو، میدونیم 100%، 100%. تی ساله اخیر مثلا برای کسی مثل من که خب خیلی تخصص همجوری گفتم کافی تو این زمینه نداره و تنها یه تماشاگره، ببین خیلی جنبه شو آف کردن و به رخ کشیدن توی این قضیه، حتی تو استرالیا که من دارم میبینم، انگار که خیلی بیشتره تا اینکه تمرکز اصلی روی جنبه مثلا سلامتی و ورزش، یعنی همون کاری که اون آدم داره توی پرورش اندام انجام میده. چرا این گونه شده؟ فکر نمی کنی مثلا خیلی از آدم ها اصلا به اشتباه در این حرفه هستن؟ چرا؟ این حرفتون رو قبول دارم و من فکر میکنم اتفاقی که افتاده اینم مثل خیلی رشته‌های دیگه تبدیل به بیزنس شده، یعنی از اون حالت رشته ورزشی بودن و عشق به ورزش داشتن، عشق به حالا اون زیبایی‌هایی که توی اون فیزیک هست، اون اپریشیشنایی که نسبت به اون فیزیک میکنی، اینا خیلی کم رنگ تر شده در قبال اینکه کی میدونیم میگه اون جنبه بیزنسیش خیلی قوی تر شده و هرچی هم که میدونیم من احساس میکنم که جوونایی که این دوره و حتی دوره بعد از ماها خیلی صبر ندارن، یعنی همه چیزو، اینو من خیلی میبینم، همه چیزو یه شبه میخوان، همه چیزو یه ماه میخوان، یه ساله میخوان. خب این چیز نیست، میدونین اون بیسش رو ندارن، از خیلی راه های دیگه که درستش نیست میخوان اون راه رو برن، تمام اینا نگاتیویتی میاره توی این رشته، میدونین، یا چیز کسایی درست. که حالا میگم میاد واقعا میخواد فقط یه بزنس درست بکنه از این. من دلیل این که کامپیت میکنم اینه که واقعا عاشق این ورزشم، واقعا عاشق این رشتم، عاشق اون کاری هم که دارم میکنم، اون دو ساعتی که من توی جیمم واقعا لذت میبرم، یکی از بهترین ساعتهای روزمه، میدونی هر چقدرم که خسته باشم بازم لوک فوروارد میکنم به اون دو ساعت، ولی خب
همه اینجوری نیستن دیگه. حالا اینم شده میگم شده یه بس مدلینگ شده، بس بیزنس قضیه شده، و میگم داره از اون رشته از اون داره دیگه کم کم در میاد. خیلی هم ناراحت کننده است، ولی خب دیگه واقعیت قضیه است. فقط هم این رشته نیست، خیلی چیزای دیگه. هنر خیلی جنبه بیزنسیش قوی تر شده الان. دقیقا، آره کاملا باهات موافق هستم. ببین یه خود سوال طولانی هستش. وارد شدن، حالا همون طبق همون چیزی که خودت داری میگی، وارد شدن و ماندن در شیء پرورش اندام به نظر من به صبر و تلاش بیوقف احتیاج داره. در کنار همه این موارد، دانش بودن در این رشته به نظر من شاید مهمتر از خود این رشته است. حالا یعنی چی از نظر باز من؟ یعنی اینکه یه کسی که میخواد بدنی عضلانی مثلا داشته باشه، احتیاج داره که به طور مستمر ورزش کنه و قطعا نوع غذا و روشی که داره باید کاملا در راستا و در جنبه در حقیقت اون کاری باشه که داره انجام میده، همون چیزی که خودت گفتی. ببین خیلی ها میان تو، در حال من اینجا دارم میبینم خیلی میان قضیه با استفاده کردن مثلا از سابلمنترهای مختلف مثل پودر یا قرص انجام میدن و فکر میکنن که مثلا اون بدنی که مثلا یک آدمی 2 سال تمام بی وقفه داره روش کار میکنه و الان اون شده، این افراد میتونن در عرض 2 یا 3 ماه مثلا به همون بدن در حقیقت دست پیدا بکنن و همون جوری باشه. اینو طرز فکر و به هر نحوی یک بدن عضلانی داشتن که خیلی فیک هستش از کجا میاد؟ چرا اینطوریه؟ چرا اینجوریه؟ خب این همون، من فکر میکنم همونه که مردم صبر ندارن دیگه، همه چیز رو یه شبه میخوان و با زحمت هم نمیخوان بکشن براش. بیدونین این خلا توی ایرانی هم خیلی زیاد هست، این یعنی این سوال رو از رو سوالایی که میپرسن. یعنی من خودم هم ایرانی هم، خودم اول از همه دستم بالا میبرم اینو میگم، ولی نه فقط تو این جنبه، ما همه چیز رو یه شبه میخوایم، حاضر نیستیم که واقعا اون کسی که به یه جای، من نمیگم من به جای رسیدم، ولی کسی که به یه جای رسیده 1000 دفعه به قول معروف زمین خورده، اونا رو ما نمیبینیم. نه من میخوام اینجوری بشم در عرض 6 ماه همینطوری بشم. یعنی توی همه زمینه ها این هست، این چیز فرهنگی، چیز شخصیتیه، از بچگی میدونیم فرهنگ سازی نشده، به بچه هامون یاد ندادیم که it's okay. یعنی چیزی که اینجا من میبینم خیلی به بچه ها یاد میدن اینه که شما اگه میخوای به یه واقعا به یه جایی برسی، ذهنت رو روی این باید ست بکنی که در نهایت شکست میخوری، یعنی اینطوری برو جلو و اون شکست به قول معروف آر نیست. یعنی نباید ناامید بشی، ذهنشون اینطوری آماده میکنن. 10 بار شکست میخوری خیلی خوب، دفعه 11 هم ولی توی من هیچ، به خود من هیچ کدوم از اینا مثلا کسی به من این چیزا رو یاد نداد، در شد که من بیشتر عمرم هم توی ایران بودم، با اون سیستم بزرگ شدم، با اون فرهنگ بزرگ شدم. این میگم چیزای فرهنگیه. و حالا اون کسی هم که میگم از خیلی حالا ساپلیمنت استفاده میکنن، دارو استفاده میکنن، تمام اینا، شاید هم بتونن در عرض، حالا شما گفتید 2 سال، این فیزیکایی که شما ماها میبینیم 10 ها سال طول میکشه که بسازن، ولی بله. در عرض 6 ماه هم من دیدم طرف تونسته یه چیزی نزدیک به اون بسازه، ولی خب چه فایده ای داره؟ یعنی زحمتی باش نه کار، به محض اینکه اون دارو اولا که بدنش رو داغون کرده، بعدش هم به محض اینکه اون دارو رو بذاره کنار، خب ساپورت اونه، تمومه. میدونی الان شما همین قضیه قرنطینه خب خیلی چیز بود، خیلی جالب بود. بعدش که ما برگشتیم جیم، حالا اونجا فکر نکنم هنوز جیم باز شده، ولی وقتی که برگشتیم جیم همه 2 دسته بودن. یعنی یه عده بودن که خب اولش چند دارم 2 سال من اینا رو میدم خیلی بزرگ و پاف و همه، آره خیلی خوب، در عرض 6 ماه تن کم تر 4 ماه، آره یعنی قشنگ نیقلیون شدن. میدونی این
حالا دارو نزده، کامیتمنت نداشته، تمرینش رو نکرده. من برفرض یا کسایی که حالا میشناسم اطرافم، من همینطوری اومدم توی قرنطینه، همینجوری اومدم بیرون. میدونی چون من هیچ وقت خودم یه روز تمرینم با تمام اون شرایط، یه روز تمرینم قطع نشد، یه روز کاردیوم قطع نشد. چرا؟ چون کامیتمنت داشتم نسبت به کاری که دوست دارم انجام بدم و اون کار حالا هر یه راهی پیدا کردم براش. میدونی دیگه میگه فرقا رو میفهمی اینجوری. خب حالا میخوام یه خورده فضا رو عوض بکنیم. طبق در حقیقت هر برنامه من که این قسمت رو خودم خیلی دوست دارم، میخوام که یه خورده ما رو ببری به فضای خودت. یعنی این که میدونم الان در خونه جدید تازه نقل مکان کردی، حالا همه چیز دستت نیست، ملالا اونجا نیست، کافا اونجا نیست، ولی میدونم یه تصاویر رو داری که اگر مطمئنه خب من خودم خیلی دوست دارم که ببینم روی کامپیوتر یا هر کجا، یه خورده برام توضیح بدی پوره اینجوری برام ما بذاری. در حقیقت اونجا باز یه آپشنی وجود داره که میتونی ریورس بکنی کامرا رو که ما بتونیم ببینیم. مرسی. من از اول 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 شروع میکنم و از این طرف باید بگم. از سال این رو من یه سری عکس آماده کردم از موقعی که حالا قبل اینکه شروع بکنم به ورزش کردن تا آخرین شویی که توی مارش رفتم برای آرنولد. این سال 2013 بود. Oh my god. این سال 2013 بود. واو. این سال 2012 بود. یعنی من تمام زندگیم همینطوری بوده، میدونین. این سال 2014 بود که بازم حالا مثلا به نسبت این دوتا آقای اینا کوچیک نیست فیزیکاشون، یعنی مثلا من کنار اینا خب هر سایزم دو برابر هر کدوم این است. بعد دیگه من شروع کردم به ورزش کردن اوایل سال 2014. دیگه اینجا لاغرترین یعنی کم وزنترین حالتم بود که خیلی آره اینجا هنوز شروع نکرده بودم به کامپیت کردن، یعنی اول کامل کامل اینجا سایزم فکر کنم از 14 شده بود 0 یا 2-0 در عرض 6 ماه. واو. بعدی از سال 2015 شروع کردم کامپیت کردن. این مثلا اولین شام بود. اینجا من بکستیج بودم، یکی از مسابقه های ریجنال بود که اصلا هیچ آیدیایی نداشتم دارم چی کار میکنم. این اولین باری بود که رفتم ریس. Oh my god. این بار اولین باری بود که همون شو اولین بار ریسته شدم. واو. و این اولین مدالی بود که گرفتم. اینم مربی که از همون اول باش شروع کردم که وزنم کم بکنم و دیگه هنوزم با همین مربی ادامه بر تمام شام. بعد از اون سال 2016 این دوباره یکی دیگه از مسابقه هم بود. حالا کم کم این میبینین که حالا فیزیکم از اون حالت استخونی لاغر هی در میاد، چون بیشتر فرم میگیره، عضلم بیشتر میشه. که اینجا من دوم شدم.
این مسابقه دوباره یه مسابقه ریجنال بود. این مسابقه استانی آنتاریو بود که اینو اول شدم. Well done. دیگه رفت از سال 2016 از 2017 و بعد رفتم تو مسابقه کشوری که مسابقه کشوری 4-5 تا مسابقه رفتم و اینا همش یا اول شدم یا دوم. این مسابقه تو ونکوور بود که دوم شدم. Well done, well done. این 2018 بود که اول شدم توی گروه. Wow. That's amazing. Oh my goodness. Wow. این بعد از اینکه من اینجا توی کانادا میگم سه چهار بار مسابقه کانادا رو مسابقه نشنال رو حالا یا اول شدم یا دوم شدم ولی هیچ وقت اوورال رو نگرفتم و اوورال باید بگیری تا به همون حالت استاتوس پروفشنال رو بهتون بدم. بعد از اون من سال 2018 رفتم ایتالیا که اونجا اوورال رو برنده شدم. دیگه اینجا کارت پرومو گرفتم. Well done. Wow. Wow. این بکستیج ایتالیا با مربیم داشتیم دعوا میکردیم تا به همیشه معمولا همیشه. این دوباره دقیقا بعد از شوه که از استیج مامان پایین. بعدش این 2018 بود. 2019 اولین مسابقه پرومو رفتم که میشه اولین مسابقه پرومو رفتم سان دیگو که چهارم شدم. این مسابقه اولین مسابقه پرومو و بعدش هم رفتم رومانیا که اول شدم و این جواز اولمپیا رو به من داد. روز بعدشه. واو. این هم شبشه. خیلی هم خوب. و آخرین شام آرمان بود که آخرین فیزیکی که روی استیج بودم. Oh my God. واو واو باریکلا واقعا واو. امکان نداره اگر من تو رو مثلا اون موقع میشناختم و تو خیابون میدمت اصلا امکان نداشت که بتونم اصلا خیلی اتفاق افتاده که نمیشناستن منو. من مثلا همکاران بودن که موقعی که یکیشون که رفت حدود 6-7 ماه از کمپانی رفته بود یه جای دیگه کار بکنه. قبلش کلی ما دوست بودیم با هم دیگه. بعدش که برگشت حالا من وزنم کامل رفته بود دیگه، یعنی حالا تازه شروع کرده بودم به بادی بیلدینگ ولی دیگه لاغر شده بودم. دو سه دفعه منم هیچی نگفتم که ببینم واکنشش چطوریه ولی اصلا به روی خودشم نیاورد. تا آخرش من خودم بهش گفتم که یعنی یه اتفاق خیلی افتاده. قیافه آدم خب خیلی عوض میشه از اون اکستریم به یه اکستریم دیگه. دقیقا. ببین الان جایگاه زنان در پرورش اندام کجاست و چرا داره اینقدر متقاضی زیاد میشه روز به روز؟ این رو خودم دوست دارم ببینم. زنان ایران یا زنان توی دنیا؟ کلن زنان در پرورش اندام، چون در حال تو الان تو ایران که زندگی نمی کنی، خب در کانادا در حقیقت اون چیزی که داریم می بینیم خب خیلی پاپیولار شده و الان شما شعایر هم که نگاه می کنین تعداد شرکت کننده ها حالا با رشته هایی که
حساب بکنید چند تا بیکینی، چند تا فیگر که رشته منه، چند تا فیزیک، معمولا تعداد خانوما بیشتر از تعداد آقایونه. و این هم من واقعا اینو بهش اعتقاد دارم، به خاطر اینکه خانوما خیلی بیش سخت تلاش تر چی میشه فارسیش؟ صبرشون بیشتر و تلاش هم بیشتر میکنن. یعنی بیشتر وقتی یه هدفی رو دارن بیشتر حاضرن که سختی ها رو تحمل بکنن، شکست ها رو بندازن پشتش و شکست ها رو تحمل بکنن و برن جلو. یعنی اینو من بیشتر توی خانم ها دیدم، توی کلاینت هم خیلی این مسئله رو دیدم. ولی خب مثل همه چیزهای دیگه، شما نگاه بکنین توی کنکور تعداد خانوما داره بیشتر میشه، توی کسایی که قبول میشن، توی بیزنس نگاه بکنین، توی هنر نگاه بکنین، خب این توی همه رشته های به نظر جوریه. یه انقلاب فرهنگیه، نه فقط بخواد توی این رشته. فرصت بهشون داده میشه و خودشون هم دارن خودشون رو باور میکنن که میتونن، هیچ چیزی کم ندارن. 100% همینطوره، موافقم. سوال آخر من از تو اینه که حالا یه خود راجع به چالش هایی که تو به عنوان یه زن ورزشکار حالا تو همین رشته پرورش اندام در خارج از ایران باهاشون روبرو هستی یا تو این سالها روبرو بودی، چیه؟ چی بوده کلن؟ یه کوچولو راجع به این قضیه برام بگو. چالشش اینجا برای من خب خیلی سخته که اون بالانس درست کردن، اون بالانس بین کارم و مسابقه دادنم توی طول آف سیزن یا توی حالا دوران 9 ماه سال خیلی اوکیم، ولی اون موقعی که دیگه واقعا نزدیک میشم به یه شو خیلی سخت میشه، به خاطر اینکه باید تمام فوکسم روی حالا مسابقه هم باشه، از اون طرف مسئولیت کار دارم. این برای من خیلی چیزه، یعنی دو تا و خیلی هم اینطوری، یعنی دو تا جاب جدی رو هندل کردن همزمان کار راحتی نیست. این یکی از به نظر من یکی از بزرگترین چالش هست اینجا. و حالا چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه خیلی موقع ها اون ورزش، مخصوصا توی ورزش بادی بیلدینگ، فقط کامپیت کردن خرج و مخارجت رو در نمیاره و این خب خیلی ناراحت کننده است که یه ورزشکار پروفشنال که چرا با بادی بیلدر مثل فوتبالیستا رفتار نمیشه، چرا مثل چه میدونم با هاکی پلیر رفتار نمیشه، اونا هیچ کدومشون شغل دومی ندارن. و این ارگانیزیشن میدونی ارگانیزیشن کوچیکه، اسپانسرهای بزرگ ندارن، در نهایت ورزشکارا ساپورت نمیشن و خب این من فکر میکنم یکی از بزرگترین چالنج هست برای همه ورزشکارا توی این رشته. آره، نکته جالبی رو اشاره کردی، به خاطر اینکه من با بچهای دیگه که توی این رشته هستن و توی کشور دیگه ایرانی گفتگو کردم و اونام در حقیقت گفتن فقط عشقه، به خاطر اینکه درآمدی واقعا تو نمیتونی کسب کنی. همه ما که این برای دنیا داریم زندگی میکنیم قطعا باید یه شغل یا دو داشته باشیم که بتونیم در حقیقت روزمرمون رو بگذرونیم، مگر اینکه حالا به یک جایی برسیم که دیگه خیلی خیلی اسممون بیاد بیرون یا در بره، یا در حقیقت این موقعیت برسم که دیگه بعد بگن که خیلی خوب حالا دیگه میتونین فقط از همین رشته. و اونم یه عمر کوتاهی داره ها، یعنی اونم تا موقعی که شما کامپیت بکنی بتونی این ورزش، یه عمر خیلی کوتاهی داره، چون اپیرنس دیگه، یعنی همه مثلا یه کسی مثل دکستر جکسون نمیشه که تا 50 سالگی بتونه کامپیت بکنه، مخصوصا خانم ها. یعنی اون فشار دایت، فشار تمرینای سخت، تمام اینا خب خیلی شکسته میکنه، اصلا یه چیزی نیست که آدم بتونه خیلی مدت طولانی توش واقعا موفق باشه. آره خیلی ها میمونن در مدت طولانی توش، ولی
به نظر من یه عمر خیلی کوتاهی داره و بعد از اون چی؟ میدونی شما اگر که چند نفر توی دنیا هستن که اینقدر بیزنسشون رو از این راه ستاپ کردن که بعد از 10 سال کامپیت کردن هنوز درآمد دارن، میدونی از همین رشته خیلی ها، خیلی درصد، این درصد کمه و ناراحت کننده است دیگه. و در این حال میگم همه ورزشکارا، کسی که تو این رشتن 99% باید بزنس جداگانه داشته باشن، جاب جداگانه داشته باشن که میدونیم بعد از این حالا دوره بازنشستگی از این حرفه بتونن خودشون ساپورت کنن. تو مدیتیشن رو اینا من انجام میدی برای آروم کردن خودت؟ کار مدیتیت انجام میدی؟ راستش نه، من خیلی توی اون زمینه ها نیستم، ولی حالا مدیتیت به اون معنی نه، ولی خب جوری که من خودم مثلا راه رفتن خیلی آرومم میکنه، دویدن خیلی آرومم میکنه، مثلا کاردیو رو من خیلی دوست دارم به خاطر اینکه حالا توی آف سیزن هم من کاردیو انجام میدم که مربی میگه بیش از حد انجام میدی، ولی یه راهیه برای اینکه خودم رو میدونین فکرم رو آروم بکنم، خودم رو جمع و جور بکنم، یا اون خلوتی که آدم با خودش میکنه همونه دیگه به نظر من. حالا یه جوری مدیتیت کردنه. 100%. خب سوالی من تموم شد، چیزی هستش که من اصلا نپرسیدم و دوست داشته باشی بهش اشاره بکنی؟ یه چیزی که من حالا توی خیلی از لایو هم گفتم ولی اینجا هم بازم میخوام بگم بیشتر در مورد دخترای ایرانیه و یه چیزی که خیلی اخیراً این به چشم من اومده که حالا چی این با این اینو جرق زد تو من، که چند وقت پیش یه خانومی یه مسیج به من داده، بحثم سر اعتماد به نفس زناست و اینکه خودشون رو واقعا باور داشته باشن و اگر که این کارم میکنن به خاطر خودشون بکنن. و من اینم میفهمم که خیلی از این پیجا حالا جوری که زنا رو نشون میدن به اسم ساپورت ورزشکارا، جوری که نشون میدن هم جور درستی نیست، ولی یعنی چی؟ یعنی چجوری نشون میدن؟ میدونین مثلا یکی شیوهی که میان یا عکس میذارن از فلان ورزشکار میگن به این نمره چند میدی، این به نظر من خیلی 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 پیام بدی داره. و حالا چرا؟ به خاطر اینکه یه خانومی چند وقت پیش به من مسیج داد، یه سری عکس برام فرستاد و گفت به هیکل من چه نمره میدی. من اصلا همینجوری مونده بودم که اصلا چرا این باید، چرا تو باید به این فکر بکنی، چرا باید نظره، چرا یکی دیگه باید به هیکلتو نمره بده، میدونی؟ یعنی این خیلی برای من ناراحت کننده بود. و اینا هم این حالا وبسایت ها و یا هم پیج ها خیلی هاشون من دیدم این کارو میکنن، خیلی هاشون به خاطر اینکه حالا میخوان آدینس جمع بکنن، ترافیک درست بکنن توی پیجشون، ولی حالا اون که واقعیته. ولی من چیزی که حرفی که میخوام بزنم اینه که چه بادی بیلدینگ باشه، چه هر ورزش دیگه ای باشه، چه هنر باشه، هر چی که باشه، به خاطر خودتون این کار رو انجام بدین. یعنی از لحاظ از این که نه حتی مریم به شما بگه وای هیکلتو از 10 هفته یا از 10 دهه، اینم نه، از زنگ از این که خودت از خودت راضی باشی، چی تو رو خوشحال میکنه. من میگم از 200 خورده پوند رسیدم به 100 پوند که خیلی لاغر بود، اون برای من کامفورتبل نبود، در صورتی که خیلی ها به من میگفتن وای هیکلت اونجوری بهتره، قشنگتره، هر لباسی میپوشی نمیدونم تو تنت فلانه بیسره، ولی راحت نبودم. همون جوری که توی آف سیزن وقتی میرم روی 160-170 پوند خیلی قیافم سالمتر به چشم میاد، ولی اونم برای من کامفورتبل نیست، میدونین؟ یعنی هر کسی باید ببینه خودش چی براش کامفورتبل، هدفش چیه،
چرا اینقدر زنای ما اعتماد به نفسشون بستگی داره به قضاوت بقیه، به اکسپت گرفتن اکسپتنس بقیه؟ و این چیزی که داریم فقط توی زنای ایرانی نیست، ولی خیلی بیشتر نشون میده تو زنای ایرانی، و اونم به خاطر اون مسائل حجاب، به خاطر اینکه محدودیت، و به خاطر اینکه زمینه ای ندارن که خودشون رو مطرح بکنن اونقدر، میدونین. و این خیلی حالا ناراحتی چیه که شما نگاه بکنین الان چقدر زنای ایران که از اومدن بیرون توی همین رشته چقدر موفق بودن. یعنی شما مهسا رو نگاه بکن، شما خیلی هستن، چه میدونم تمام این دختره، ملیکا بوده، سروده بوده، خیلی، یعنی تعداد کمی نیستن. هر کسی که اومده دست به این کار زده، چون ژنتیک خوبی دارن، چون سختی میکشن، میدونین اون تلاش رو دارن تو خودشون. ولی حالا کسایی که تو ایرانن، حرف من با زنا اینه، با دخترا اینه که ما خودمون داریم به این قضیه اجازه میدیم. یعنی وقتی که یه خانومی میاد به یه خانوم دیگه میگه به هیکل من چه نمره ای میدی، یعنی این موضوع قبول کردی، میدونی. خب این نه، این اینو این خیلی به نظر من خیلی من اذیت کرد، و واقعا هم این تغییر را بعد از خودمون شروع بشه، نه از بقیه. هیچ کس دلش به حال ما نمیسوزه که بیاد، و خودمون رو باید قبول بکنیم. 100% 100%. و این همون چیزی که گفتی، چیز فرهنگیه واقعا. مریم بامداد، خیلی بهت افتخار میکنم، نه به عنوان تنها به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان خیلی بهت افتخار میکنم. خیلی خیلی خوشحال شدم که باهات گفتگو کردم و در برنامه حضور پیدا کردی. دوست داشتی گفتگو مرسی بودم. عالی عالی، خیلی گپ خودمونی بود. مرسی، سوالای خیلی خوبی بود، سوالای همیشگی، سوالی که ازم همیشه میپرسن نبود، یه جنبه دیگه ای داشت. خیلی خوشحال شدم و مرسی از وقتت، برنامه هات خیلی خوبه، مرسی از کاری که داری میکنی، حالا نه فقط در قبال من، یه تریبونی به خیلی آدمایی که حالا چه شناخته شده هستن چه شناخته نشدن، بهشون میدی این فرصت رو، میدی یه پلتفرمی که بیان خودشون رو مطرح بکنن، نه فقط هم ایرانی ها. این خیلی کار بزرگیه و میگم خیلی خیلی ارزش داره. مرسی مرسی، خیلی ممنون. امیدوارم یک روز در واقعیت جایی ببینم. من هیچ کدوم از مهمونا رو ندیدم، چه ایرانی ها چه خارجی هایی که تو دنیا دارم باشون صحبت میکنم، اصلا یه چیز خیلی عجیب غریبه، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته. مرسی قربانت، مرسی، ممنون، خدافظ. چیکار کنم، موفق باشی، خدا نگهدار، خدافظ.